بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور شما بیننده های خوب تلویزیون جهانی معراج. امید است که خوب و خوش و سرحال باشیم در هر کجایی که قرار داریم و شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از سلسله درس های سواد آموزی از طریق دریچه معراج. امید است که تا آخر بیننده برنامه سواد آموزی باشیم و از داشته های برنامه استفاده نمایید. عزیزانی که کدام نظر دارم مشکل نظریات نیک و خوب خود را با آیدی تلگرام که زیر نویس صفحه تلویزیون شما خوبان قرار میگیره بر ما ارسال کنم و تعداد از دوستانی که فرصت به تماشا کردن تلویزیون ندارم مشکل درس ها را از کانال یوتیوب معراج بیننده باشم که از درس استفاده آموزی انشالله عقب نمانم. عزیزان قبل از اینکه ما و شما درس جدید شروع کنیم یک مرور کوتاه به هم دیگر داریم به درس گذشته. عزیزان بیننده و سواد آموزان گرامی، قسمی که شما به جریان ما و شما در جلسه قبل کلماتی شروع کردین که به حرف ذات نوشته میشد، ساد ذات. امید است که حتما کارخونگی را انجام داده باشیم. لغاتی که در اخیر درس بر شما عزیزان نوشته شد، امید است که با آنها هر کدام یک جمله دو جمله مناسب نوشته کرده باشیم و عزیزانی که در خانه حتما حتما از شما املا اخذ کرده باشم. بیننده عزیز، میریم با همدیگر عنوان درس جدید خود می نویسیم. میشه که شما کتابچه و قلم نزد شما موجود باشه، انشالله درس بنویسیم بخونیم که انشالله قشنگ و قشنگ یاد گیریم. بازم عنوان درس ما و شما مانند جلسات قبل داریم کلمات مشابه. کلمات مشابه داریم، کلمات مشابه کدام حرف قرار داریم عزیزان بیننده یاد شما هست؟ حرف زاد. حرف زاد با هم دیگر درس میخوانیم و شما عزیزان هم بخوانیم و هم بنویسیم. میریم شروع میکنیم. بخیر، داریم کلمات مشابه حرف زاد. لغت معنی زایات، تلفات، ضبط، گرفتن، زخامت، درشتی، زخیم، درشت، ضد، مخالف. زایات به معنای تلفات. نمیگیم زایات خیلی دیش همین موضوع یا مثلا یک کار میکنیم میگیم زایات خیلی زیاد شد. در خیاطی یا در یک کارگاه کار میکنه میگم کوشش کنیم که زایات خیلی زیاد نشه، یعنی چیزی تلف نشه، بیهوده صرف نکنیم. خود ضبط به معنای ثبت کردن، گرفتن. ما شما درس ضبط میکنیم، یعنی در حقیقت میریم درس ثبت میکنیم. گرفتن، ثبت کردن. زخامت، درشتی، چیزی که دبل باشه، درشت باشه میگیم دارای زخامته. یا زخامت از یک قلم چقدره، یعنی درشتی قلم به چی اندازه. زخیم باز درشت، زخیم درشت. ضد مخالف، میگه من ضد کردم که تا با سواد نشم دست بردار از درس خواندن نیستم، من ضد کردم. در بعضی از کارها ضد کردن از جان خوبه اما نه در تمام امور. ضد به معنای مخالف. یک دفعه دیگه لغات رو با هم تکرار میکنیم. داریم زایات به معنای تلفات، ضبط، گرفتن، زخامت، درشتی، زخیم، درشت، ضد، مخالف. از این سلاید میشه عزیزان بیننده عکس بگیریم یکی یادداشت کنیم که به هم دیگر بریم سلاید بعدی مروری داشته باشیم. در ادامه حرف ذات با هم دیگر قرار داریم. لغت معنی ضرب زدن. ضرب به معنای چی؟ زدن. ما و شما ضرب زبانی داریم دیگه، نه؟ ضربان، تپش، تپش زدن. ضرر، نقصان، زیان. ضرورت، احتیاج. ضروری، واجب، لازم. خود ضرب به معنای زدن. نمیگیم فلان عدد ضرب فلان کنیم، یعنی در حقیقت یک عدد با عدد دیگه ضرب میزنیم. ضرب زدن. داریم ضربان، حرکت قلب. قلب ما و شما چقدر میتپه؟ تپش قلب ما و شما به چی حالته؟ سرعت زیاده، کمه؟
داریم ضرر، نقصان، زیان. میگیم ما در فلان تجارت ضرر کردم، در فلان معامله ضرر کردم، یعنی نقص کردم، متضرر شدم. ضرورت، احتیاج، ضرورت داشتن، احتیاج داشتن، نیاز داشتن. ضروری، واجب، لازم. میگیم برام ضروریه که باید من باسواد باشم، برام ضروریه که باید من کارخونگی خود انجام بدم. یعنی چی؟ واجب، لازمه که هر کدام ما و شما ضروریت ها خور برآورده کنیم از رای بسیار مشروع و خوب. دوباره تکرار میکنم، ضرب به معنای زدن، ضربان تپش، بازم زدن، ضرر نقصان زیان، ضرورت احتیاج، ضروری واجب لازم. از این سلاید هم میشه که عزیزان بینید عکس بگیریم یا یکی یادداشت کنیم که با هم دیگر بریم سلاید بعدی. بازم در ادامه کلمات مشابه حرف زاد قرار داریم. ضروریات، احتیاجات، ضعیف، ناتوان، زلالت، گمراهی، زل، کنار، پعلو، زمانت، زامن شدن. ضروریات، احتیاجات، ما و شما باید ضروریات خود را چکار کنیم؟ برآورده کنیم. ضروریات علمی داریم، ضروریات اقتصادی داریم، باید ما و شما چکار کنیم؟ کار کنیم، تلاش کنیم، درس بخونیم تا ضروریات ما و شما چکار شه؟ برآورده شه. ضعیف، ناتوان، ضعیف، ناتوان، ما باید با انسان هایی که ضعیفم، مریضم، ناتوانم، باید در تمام امور کمک مالی، کمک جانی در توان داریم و دریغ نکنیم. زلالت، گمراهی، زلالت، گمراهی، ما و شما باید در دنیا کوشش کنیم که به گمراهی نریم، یعنی خدا ما را ذلیل نکنه، زلالت نصیب ما نکنه. داریم زل، گوشه، کنار، نمیگیم این مثلث چند زله، یعنی چند گوشه داره، چند پهلو داره یا کنار. زمانت معنای زامن شدن، میگیم من زمانت فلانی کردم، یعنی فلانی زامن شدم، تضمینی کردم. خب دوباره تکرار میکنیم با هم دیگر لغاتر. ضروریات، احتیاجات، ضعیف، ناتوان، زلالت، گمراهی، زل، کنار، پهلو، زمانت، زامن شدن. از این لغات هم میشه که عزیزانه بینیم دکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم این لغات را. خب داریم در ادامه حرف ذات کلمات لغت معنی زمائم، پیوستها، زم، جمع کردن، زمیر، باطن، نیت، ضیافت، میمانی. زمائم، پیوستها، پوشم میشه پیوستها، یا میگیم فلان دوسیه زمیمه کنیم، خود فلان موضوع یا فلان دوسیه، یعنی چی؟ با هم پیوست کنیم، وصل کنیم. زم به معنای جمع کردن، چیزی شما جمع میکنیم. ضمیر، نیت، قلب، میگیم ضمیر شما چی؟ یعنی قلب شما چی؟ باطن شما چی؟ نیت شما دیگر از این کار یا از این سخن چیست؟ ضیافت، میمانی، ضیافت، میمانی، میمان کردن. دوباره میخونم لغات. زمائم به معنای پیوست ها، زم به معنای جمع کردن، ضمیر، باطن، نیت، ضیافت، میمانی. از این سلاید هم عزیزان بیننده عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم. خب میریم لغات بعدی رو هم مطالعه میکنیم. کلمات مشابه حرف ذات لغت معنی وضع به معنای حالت، وضو، آب دست، وضوح، واضح، ضابط، فرام آوردن. وضع حالت یعنی چی؟ میگیم وضعیت از چی قراره، شما در چی وضع قرار داریم، یعنی حالت خوبی قرار داریم یا حالت بده. وضع به معنای چی؟ حالت. وضو آبده است که یکی از شروط نماز، شرط های نماز گرفتن وضوه، وضو گرفتن آبده است. داریم
وضوح به معنای واضح بودن، بگیم به وضوح صحبت شد، یعنی به صورت واضح و آشکارا فلان موضوع بیان شد. ضابط معنای فراهم آوردن یا قانونمند، قانونی کار کردن بر اساس ضوابط. دوباره لغت را تکرار میکنیم، وضع حالت وضوع آباده است، وضوع واضح، واضح بودن، ضابط فراهم آوردن. از این سلایده میشه که عزیزان بیننده عکس بگیریم و یکی یادداشت کنیم که بریم به هم دیگر سلاید بعدی. در قسمت کارخانگی بیننده عزیز با شما بازم داریم جمله بسازید. جمله بسازید. اولین لغت ما و شما هست ضمانت. ضمانت یعنی چی؟ یعنی تضمین کردن یا تضمین کننده. ضمانت داریم ضروری. ضروری یعنی احتیاجی، چیزی کسی ضرورت داره. ضرر داریم آیه یعنی چی؟ نقصان، ضرر کردن. وضع به معنای حالت، در چی وضع قرار داریم؟ وضع حالت داریم. رضایت یعنی چی؟ راضی بودن، خوشنود بودن. رضایت. لغت بعدی ما و شما عرض. داریم ز اول، ما چهارم، نه اول، تول. ز اول رو، رو رو، هشتم ری ری، ششم ز اول، ر اول، ر اول. داریم و اول، ز اول، اینم اول. داریم ر اول، ز چهارم، ی اول، تول. ا اول، ر اول، زم اول. تکرار میکنیم: ضمانت، ضروری، ضرر، وضع، رضایت، عرض. عزیزان بیننده، سواد آموزان گرامی، این لغات را مانند لغاتی که در جلسات قبل با هم دیگر خوندیم برای هر کدام یک جمله دو دو جمله می نویسیم و لغات هایی هم که در بین درس ما با هم داشتیم از طریق سلاید، از اینا که شما حتما عکس گرفتیم و یادداشت کردیم، این لغات را قشنگ چندین مرتبه می نویسیم، کارخانگی را انجام میدیم، معنی لغات را از بر می کنیم. و عزیزانی که در خانه حتما آنها را وادار کنیم که از شما املا اخذ کنم. تا برنامه بعد و جلسه بعد سواد آموزی، خدا نیار و نگهدار شما عزیزان.